شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، همونجوری که میدونین تصویر نیمه برهنه گلشیفت فراهانی عکس العمل‌های متفاوت و مختلفی رو در بین جنبش‌های مختلف و در رسانه‌های مختلف به وجود آورد. موضوع برهنه شدن گلشیفت فراهانی بازیگر سرشناس هنری بحث‌های زیادی رو دامن زد. برای اولین بار وبسایت مجله فرانسوی مادام لا فیگارو عکس نیمه برهنه گلشیفته رو به همراه 7 عکس از بازیگران جوان دیگر در فرانسه منتشر میکنه. این عکس ساعتی بعد از انتشار از روی این وبسایت حذف میشه. بازیگرانی که عکسشون منتشر شده بود نامزد دریافت بهترین بازیگر مستعد جایزه سینمایی سزار هستند. در ارتباط با عکس العملی که در همین رابطه ایجاد شد، ما با آذر ماجدی از رهبران حزب اتحاد کمونیسم کارگری و رئیس سازمان آزادی زن خواهیم بود. با سلام به شما آذر ماجدی، به برنامه امشب صدای کمونیسم کارگری خوش اومدید. خیلی متشکرم. شب شما و شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری خوش. اولین سوالی که میتونه مطرح باشه این که چرا ما با همچین عکس العملای متفاوتی روبرو میشیم، در حالی که این عمل گلشیفت فراهانی در فرانسه میتونه یک عمل خیلی عادی و پیش و پا افتاده باشه. ما میبینیم که جنجالهای بسیار زیادی رو در بین ایرانیان و در بین جریانات جنبش‌های مختلف ایجاد میکنه. چرا؟ فکر میکنم که پاسخ به سوال توی خود سوال شما نهفته بود. ایرانی، این کار توی جامعه فرانسه و کلن اروپا و کشورهای غربی یک کار پیش پا افتاده است. شما مدام دارید تصاویر برهنه و زنها و مردها رو تو فیلم‌های سینمایی میبینید، تو مجلات چاپ میشه، تو وبسایت ها هست. بعضا توی کشوری مثل فرانسه یا حتی تو کشوری مثل کشورهای اسکاندیناوی شما میرید توی ساحل توی پلاژ، زنها و مردها بعضا لخت دراز کشتن و دارن آفتاب میگیرن و این برای کسی چیز عجیبی نیست، یه چیز عادی شده. ولی اینکه چرا گلشیفته فراهانی توی یه دونه ویدیوی خیلی کوتاه در رابطه با همین فستیوال سزار بدن نیمه برهنش بالاتنش رو لخت میکنه با همراه با 6-7 نفر دیگه مرد و زن، یک دفعه چنین جنجالی رو برمیانگیزه، این دقیقاً برمیگرده به اینکه گلشیفته شناسنامش مال ایرانه، تو ایران متولد شده، تو ایران بزرگ شده و ایران در زیر تحت حکومت اسلامی قرار داره، یک حکومت مذهبی زن ستیز مرد سالار عقب مونده پوسیده و توی ایران بعضن یک فرهنگ شرق زده عقب مونده ضد زن حاکم هست، تو به خصوص تو جنبش ملی اسلامی هست، تو ناسیونالیسم پروغرب هست، بخش از هنرمندا و فیلم ها و کتاب ها و ادبیات ایران این شرق زدگی کلاه مخملی مردونه رو در واقع بیان میکنن و نشون میدن. اجازه بدین راجع به عکس العمل‌ها صحبت بکنیم. جنبش ملی اسلامی، جنبش ناسیونالیسم پروغربی و جریانات چپ عکس العمل‌های متفاوتی رو راجع به این مسئله ابراز کردن. اول از جنبش ملی اسلامی ها شروع میکنیم. جنبش ملی اسلامی ها چه عکس العملی راجع به موضوع برهنه شدن گلشیفت فراهانی اتخاذ کرد؟ جمهوری ملی اسلامی تا بخش لااقل بخش عمدهش موزش خیلی شبیه موزه جمهوری اسلامی بود. رژیم اسلامی به محض چاپ این عکس شروع کرد به بد و بیراه گفتن و همونطور که انتظار میرفت، حرجی نیست به این رژیم، همین انتظار رو باید داشت. رژیم مذهبی ضد زنه که حجاب اسلامی بیرقشه، آپارتاید جنسی جز ارکان جنبشش و نظامشه و معلومه که محکوم کرد و بعد بیراه گفت و اگر گلشیفته تو ایران بود لابد سنگسارش هم میکرد. ملی اسلامی ها کم و بیش همین موضع رو گرفتن، حالا با بعضی ها با سایه روشن، مثلا اونایی که دیگه خود توش مدرن ترن یه خود موضع معتدل تری گرفتن، اون یه بخش دیگهش موضع خیلی تندتری گرفتن، محکوم کردن، به رگ ناموسیشون برخورد.
خودشونو مالک جسم تمام زنای ایران میدونن و هر کی تو ایران متولد شده باشه، هر زنی که تو ایران متولد شده باشه، گویی جسمش متعلق به اینهاست و اینها رگ ناموسیشون ورم میکنه و شروع میکنن به بد و بیرا گفتن و توف به دهن میارن و غیره و سالک. اینها عموما بهش بی حیا گفتن، بی شرم گفتن، هزار تا از این حرفای علکی گفتن و بعضی هاشون که حالا مثلا خواستن یه مقداری موضع مدرن تر بگیرن و یه مدتی تو خارج زندگی کردن و روشون نمیشد و خودشون مثلا خودشون هنرمند میدونن، سعی کردن اینطوری قضیه رو رفع و رجوع کنن که بابا این شغلشه و کارشه و مأمور و معذور، خواستن اینطوری خود مثلا قضیه رو ماسمالی بکنن. ولی عموم و بعضشون واقعا به شکل لومپنی خیلی زشت و رکیکی اینا رو تو ما تو صفحات فیسبوک میدیدیم یا تو مزاهای زشت لومپنی نثار گلشیفته کردن و دقیقا عمق زنستیزیشون رو نشون دادن. من اتفاقا این نکته رو نوشتم توی مصاحبه که نشه برای دنیای بهتر آخرین شمارش با من در همین مورد کرد که بدن نیمه برهنه گلشیفته یک آینه شد به زنستیزی لومپنی کلاه مخملی شرق زده این جریانات توی جامعه ایران، در واقع زنستیزی اونها رو و فرهنگ عقب مونده کلاه مخملیشون رو لخت و اور جلو جامعه قرار داد. جریانات ناسیونالیسم پرو غربی به این مسئله چه برخورد کردن؟ آیا مواضع اونا با جریانات ملی اسلامی متفاوت بود و یا تا برخی زمینهای شبیه به هم؟ بخششون شبیه بود، بخشش اونها به ناموسشون برخورده بود. بالاخره اونها به شناسنامه گلشیفته نگاه میکنن، متولد ایرانه و به غیرت ملی و میهنیشون برخورده بود. اونها هم اخلاقیاتشون جریه دار شده بود و موضع مشابه همین ملی اسلامی ها گرفته بودن. یه بخشی دارن مدرن تره، شاید جوان تره. اونها هم البته باز به شناسنامه گلشیفته نگاه کرده بودن، چون گلشیفته متولد ایرانه، کارش رو تحسین کرده بودن، شجاعتش رو تحسین کرده بودن، بعضا تابو شکن بهش گفته بودن. خلاصه در عرض واقعا کمتر از چند ساعت گلشیفته تبدیل شد به موضوع بحث. یه ده فوشش میدادن، یه ده تحسینش میکردن و یه جنجالی به اصطلاح به پا شد. و خب فیگارو هم میدونست که داره چیکار میکنه، میدونست که دقیقا چون گلشیفته متولد ایران هست و رژیم اسلامی تو ایران رو و فرهنگش رو و ضد زن بودنش رو و حجاب و غیر و ذالک بر همه روشن بود، همین با همین قصد این کار کرد که این جنجال راه بیفته، که جنجال راه افتاد و حتی دیگه میدیای فرانسه هم مجبور شدن در موردش حرف بزنن و با گلشیفته مصاحبه کردن در همین رابطه. و اینها باید خیلی روشن به نظر من به هر دوتا جریان گفت که آزادی بی قید و شرط بیان، آزادی بی قید و شرط ابراز وجود، آزادی بی قید و شرط پوشش رو باید به رسمیت شناخت. چه زن چه مرد حق دارن هر نقدی میخوان بکنن، هر حرفی میخوان بزنن، هر جوری که میخوان خودشون رو ابراز وجودشون رو، چه هنری چه غیره، هر جوری که بخوان میتونن به نمایش بگذارن، هر چی دلشون بخواد میتونن بپوشن، نمیخوان نمیپوشن. این حق پایه‌ای هر زن و مرد و شهروند جامعه مدرن هست و کسانی که دوست ندارن، از این کار خوششون نمیاد، حقشون نمیتونه خوششون نیاد، میتونن نظر چیزون هم بیان کنن که خوششون نمیاد، ولی حق تحریک مذهبی رو ندارن علیه این زنها. و در این حال میشه بهشون گفت اگه دوست ندارین عکس لخ ببینین، اشکالی نداره، چشتون رو بدوزین، نگاهتون رو اونور کنین، همون کار که همتون میکنین، یه استغفار الله بگین، یه توفم به زمین بندازین، راتون رو بکشین برین، این هیچ ربطی به شما نداره. حق بلا قید و شرط هر انسانی از جمله گلشیفته است که چنین کاری بکنه. برخی در جنبش چپ کار گلشیره رو با عالی ماجد المهدی دانشجوی مصری مقایسه کردند که به منظور اعتراض به سانسور و اسلام و در دفاع از آزادی بیان عکسای برهنه خودش رو در اینترنت منتشر کرد. به نظر شما آیا کار گلشیفته با کار عالی ماجد المهدی قابل مقایسه است؟ به نظر شما آیا کار گلشیفته اعتراض سیاسی بوده، اعتراض به حجاب بوده و یا همونجوری که برخی گفتن یه انقلاب جنسی بوده و یا هیچ کدوم؟ ببینید به نظر من اولیا و گلشیفته در یک چیز مشترکن. هر دوشون
دو زنی هستن از نسل دو زن جوان مدرن هستن از نسل جدید توی دو تا جامعه‌ای که تحت اختناق و دیکتاتوری زندگی میکنه و اسلام زده است. در نتیجه فرهنگ عقب مونده ضد زن اسلامی بر این جوامع حکومت میکنه. در این دوتا با هم دیگه مشترکن. نسل جوان ایران هم خسته شده از این وضعیت، آزادی میخواد هر چی دلش میخواد بپوشه، هر لباسی میخواد بپوشه، هر موزیکی میخواد گوش بده، در آزادی معاشرت میخواد، آزادی جنسی میخواد، آزادی بیان میخواد، از دست پلیس سیاسی و پلیس اخلاقی و نهی از منکر و غیره خسته شده و علیه این شرایط داره میجنگ. و نسل جوان مصر هم یه بخششون دقیقا همین حالتو داره. اولیا و گلشیفته فراهانی به این معنا به از یک جا نشأت میگیرن، از یک جا میان بیرون، ولی کارشون ربطی به هم نداره. اولیا خیلی روشن اعلام کرده که عکس برهنه‌شو به این دلیل تو وبلاگش چاپ کرده که میخواسته اعتراض بکنه به زن ستیزی، به بی حقوقی زن، به فشار و اختناق نظامی و اسلامی توی جامعه. و به این معنا واقعا اولیا تابو شکنی کرده. حالا شما خوشتون میاد یا نمیاد بحث مجزاست، ولی تابو شکنی کرده، جون خودشو به خطر انداخته، از طرف اسلامیستا تهدید به مرگ شده و حتی وقتی یک بار که اومده توی تظاهراتی مورد ضرب و جرح اسلامی‌ها قرار گرفته، از اون طرف تعداد زیادی از مردم ازش دفاع کردن، جامعه رو توی مصر قطبی کرده با این حرکت خودش، مدافعین حقوق زن، مدافعین آزادی، با عقب واپسگرایان جامعه، با اسلامیست‌ها، با لومپنیزم اسلامی. به این معنا اولیا کارش شورش، یه عصیان، یه اعتراض و یه تابوشکنیه و باید به این چنین بهش نگاه کرد. ضمناً اولیا هنوز تو مصر داره زندگی میکنه تحت همون شرایط خفقان زده و خطرناکی که وجود داره. گل شیفته نه تابو شکنی کرده، نه حرکت سیاسی کرده، نه حرکتی برای دفاع از حقوق زن کرده، نه حرکتی علیه اسلام کرده، نه این ادعا رو داره، نه این حرف رو زده، نه متنی که درش این کار انجام شده این معنا رو داره. گل شیفته به نظر من شغلش رو انجام داده. این فیلم رو باید در نظر بگیریم که این عکس از کجا اومده. این عکس از یه فیلم کوتاه ویدیویی اومده که از طرف فستیوال سزار گرفته شده و فقط گلشیفته توش نیست، حدود 7-8 نفرن، یه تعداد مرد جوان، یه تعداد زن جوان هستن. یه شعری هم روش خونده میشه که پیام هنری فلسفی داره راجع به آزادی جسم و جان و یه دیالوگی داره با به اصطلاح بینندگان و کاملا هدفش بازرگانی هنریه، هدف سیاسی نداره، هدف تعیین تکلیف کردن یا مساف طلبیدن مذهب و اسلام و بی‌حقوقی زن و هیچ کدوم از اینا رو نداره. به این معنا گلشیفته همونطور که گفتم نه تابو شکنی کرده، نه اعتراض سیاسی کرده، نه اعتراض از جانب جامعه از جنبش آزادی زنه. کارشو کرده، شغلشو انجام داده. به این معنا کار اولیا و کار گلشیفته ربطی به هم نداره. بعضی از این جریانات چپ هستن که خیلی ذوق زده میشن زود، هرچی که میبینن زود میخوان اونا مثل فیگارو میخوان جنجال راه بندازن و میپرن از ذوق حلی میفتن تو دیگ، هر چیزی رو با هر چیز دیگه قاطی میکنن. البته این باز همونطور که گفتم یه بار دیگه میخوام تاکید کنم اینکه دلیلش چی بوده کار اولیا و گلشیفته، دلیل هر کدومشون هر چی بوده که به هم ربطی هم نداره، این یک سر و سوزن از حق اونها کم نمیکنه در ابراز وجود، در ابراز بیان، در آزادی بیان و در آزادی پوشش. هر دوتا حق دارن، هر کاری میخوان انجام بدن و بغیر دو شرط از حق آزادی پوشش و بیان برخوردارن و احدی حق نداره حق اینها رو محدود بکنه. مستقل از اینکه اهداف گلشیفته فراهانی از انتشار این عکس چی بوده، به نظر شما آیا این حرکتش میتونه تأثیری در جنبش رهایی زنان داشته باشه و نقش بازی کنه؟ نقش غیر مستقیم قطعا داره. نقش مستقیم یعنی به عنوان اینکه مثلا کاری که فرضاً همین جریان چپی که راجبش صحبت میکنیم تلاش کرده اینو به عنوان قهرمان جنبش آزادی زن و رهبر آزادی جامعه و آزادی زن قلمداد بکنه، گلشیفته همچین ادعایی نداره و در این موقعیت هم قرار نداره، فعلا نداره، شاید قرار بگیره ولی الان در این موقعیت نیست.
منتها همین بحثایی که راه افتاده خودش در متن این جنبش هست، همین که مخالفین حرف میزنن، موافقین حرف میزنن، همین بحثایی که در میگیره، همین نقدهایی که مطرح میشه، اینها به نظر من قطعا نقش داره و تأثیر داره توی در رابطه با جنبش آزادی زن، در رابطه با افشای زن ستیزی، مرد سالاری، فرهنگ عقب مونده و پوسیده مذهبی، کلا مخملی، لومپنی شرزده ای که بر جنبش ملی اسلامی و ناسیونالیسم پروغرب عمدتا حاکمه تو جامعه ایران. ما باید اینا رو نقد کنیم، باید اینا رو طرد کنیم، باید اینا رو کنار بزنیم، باید جامعه آزاد و برابر بسازیم. به این معنا همین بحثی که من و شما الان داریم میکنیم، اینها تاثیر داره، به شکل غیر مستقیم قطعا تاثیر داره، ولی هدف این نبوده. در ارتباط با انتشار عکسای برهنه آلیا ماجد المهدی، برخی از فمینیستا به انتشار عکسای برهنهش اعتراض کردند و اون رو تحت عنوان اینی که از زن به عنوان سکس آبجکت داره استفاده میکنه به نقد انتشار عکسایش پرداختن. میخواستم ببینم که شما پاسختون به این نقدی که در ارتباط با برهنه شدن و آزادی پوشش زن مطرح میشه چیه؟ ببینید، به نظر من اون بخش از فمینیستایی که اولیا رو گفتن این کارش سکس آبجکته، روی سکه همون مذهبی ها هستن که زن رو ناموس خودشون میدونن، خودشون مالک بدن تمام زنان میدونن و وقتی یکی لخ میشه فورا رگ غیرت ناموسیشون بلند میشه و شروع میکنن به بد و بیراه گفتن. و فمینیست ها و بخش از جنبش چپ هم همین عکس العمل رو نشون داده. اینها به نظر من روی اون روی سکه همونها هستن. اینها همشون میشن مبصر اخلاقی، پلیس اخلاقی جامعه. جامعه به پلیس و مبصر اخلاقی احتیاج نداره. آدما باید آزاد باشن، هر کدوم هر کاری میخوان، هر جوری که میخوان خودشون رو بیان کنن و هر چی میخوان بپوشن، به کسی ربطی نداره. این آزادی باید به رسمیت شناخته بشه. ببینید تو جامعه فرانسه، همین جامعه که گلشیفته این کارو کرده، هم طور که قبلا هم گفتم، مردم میرن تو ساحل رخ میشن، میخوابن، آفتاب میگیرن و تیرش قبای کسی هم بر نمیخوره. این حقو دارن. و گفتن این که این سکس آبجکته نشون دهنده یه مغزیه که همه چی فقط توی اون چارچوب میبینه. اولیا این کار رو دلیل سکسی انجام نداده، گلشیفتم همینطور، و کاملا این یه کار هنری بازرگانی، اون یه کار سیاسی خواسته انجام بده. این در رابطه با یه فستیوال هنری انجام داده، اون به عنوان یه اعتراض اجتماعی سیاسی علیه وضع موجود و علیه موقعیت زنان انجام داده، ربطی به سکس نداره. و تازه اگرم داشت مسئله این نیست، حالا به اون میپردازم. و در نتیجه کسی که تای زن لخ میبینه یاد سکس میفته، به نظر من یه خود مغزش آخوندی کار میکنه. استدلال اسلام چیه برای اینکه زنها رو زیر حجاب میکنه، تو اندرونی میکنه، نمیخواد تو جامعه ظاهر بشن، صداشون رو مردان نشنون؟ تمام به این خاطره که میگه مردا از شنیدن صدای زن، از دیدن موی زن، از دیدن صورت زن تحریک میشن، از نظر جنسی نمیتونن خودشون رو کنترل کنن، پس زنها رو بکنیم زیر چادر، خفشون کنیم، اصلا بکنیمش چطور زیر خاک که مردا تحریک نشن و جامعه بتونه کارشو انجام بده. به نظر من اونورم داره همین کارو میکنه. زن لخ میبینه یاد سکس میفته. چرا اینطوره؟ چرا این مغز اینطوری کار میکنه؟ حالا ممکنه اگر وقتی از زن بدن لخت زن استفاده میکنن تا ماشین رخشویی بفروشن یا چه میدونم فلان وسیله رو بفروشن، تو فیلمای تبلیغاتی یکی بگه دارین از زنا به عنوان سکس آبجکت استفاده میکنین، خب ممکنه راجع اون بشه صحبت کرد. ولی این دوتا اصلا ربطی به این مسئله نداره. من اصلا با این نقد فمینیستا موافق نیستم. و چپایی هم که نقد میکنن، به نظر من همون چپای سنتی هستن که حالا که میخوان یه ظاهر مدرن به خودشون بگیرن، رفتن این تیکه از فمینیسم رو گرفتن که تا یه زنی یه جایی صورتش پیداست و عکسی میگیره و یه ذره بدنش پیداست، میگن شده سکس آبجکت. من اصلا به هیچ وجه اعتباری به نظر من این چنین نقدی نداره. موزه حزب اتحاد کمونیسم کارگری در ارتباط با این حرکت گلشیفته فراهانی چی بود؟ همونطور که من توی به عنوان عضوی از هیئت دائر در اون مصاحبه تو نشریه صحبت کردم، موزه حزب به رسمیت شناختن آزادی بیان، آزادی ابراز وجود و آزادی پوشش بدون قید شرط هر انسانی، چه زن و چه مرد. در نتیجه با به رسمیت ممکنه حالا افرادی باشن تو خود حزب که از این کار خوششون بیاد یا بدشون بیاد، اون نظر شخصیشونه. همه که مجبور نیستن یه جور سلیقه داشته باشن، یه جور فکر کنن.
منتها تا اونجایی که به رسمیت شناختن آزادی بدون قید شرط ابراز وجود و بیان و پوشش برمیگرده، این برنامه حزب ماست، برنامه دنیای بهتر، و این موضع رسمی حزب ماست. حزب ما در مورد اینکه این کار خوبه یا بده موضع رسمی نداره، ولی در مورد حق به رسمیت شناختن حق موضع رسمی داره. و روشنه که تو همون نوشتم من جریاناتی که به زن به عنوان ناموس مردان نگاه میکنن یا ناموس جامعه نگاه میکنن و لختی زن به مقدسات مذهبی و ملیشون مثل توهین میمونه، نقد کردم از موضع آزادی زن، برابری زن و مرد. و به این معنا همونطور که روشنه، حزب ما از آزادی کامل و بدون قید شرط زنان و برابری واقعی حقوقی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی زن و مرد دفاع میکنه. آذر ماجدی، با تشکر بسیار زیاد از شما که وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید. خیلی متشکرم از فرصتی که به من دادید. شب شما و شنوندگان عزیز صدای کومیز و کارگری خوش.